با درود خدمت شما آقای منوچهر اسلامپور، سپاسگزارم از اینکه به ما فرصتی دادید در رادیو جوانان امروز برای این گفتگو. خیلی خوش آمدید. درود بر شما بانو نوشید گرامی و همچنین بینندگان و شنوندگان شما، و باز هم مثل دفعات قبل خوشحالم که یک گفتمانی با هم دیگه داشته باشیم. آقای اسلامپور، ما در همطور که میدونید آستانه 22 بهمن هستیم، فروپاشی کامل نظام پادشاهی و جایگزینیش با به اصطلاح جمهوری اسلامی. به همین دلیل امروز این برنامه رو گذاشتیم که یه مقدار شاید به نکاتی اشاره بشه در این برنامه که مثلا دلایل اصلا یه همچین انقلابی یا رخدادی که رخداد چی بود. آقای سید حسین نصر معتقد بوده که سیاست غربگرایی محمد رضا شاه و مرتبط بودن با یک قدرت غربی که منظورش آمریکاست با هویت مسلمان شیعی ایران تعارض داشته. البته تو پرانتز بگم که این آقای سید حسین نصر به اضافه آقای حداد عادل تو دفتر خانم فرح پهلوی به هر حال فعالیت میکردن، کار میکرد. و سید حسین نصر گفته تقابل فرهنگی میان فرهنگ مآبی و تجددگرایی طبقات بالای جامعه با دیگر قشرها از علل انقلاب بوده. بعضی ها هم علل انقلاب رو همون نکات مثبتی که خیلی ها به حکومت شاه نمره میدن، یکیش مثلا مرتبط با اصلاحات ارضیه که زمین هایی رو که گرفت به هر حال از ملاکین و به کشاورز ها داد، کشاورز ها به جای اینکه بخوان اونجا بکارن یا کاری کنن، شاید به خاطر اینکه همیشه این هزینه کاشت و برداشت و اینا رو اربابا میدادن، اینا موندن با زمینی که هیچ ارزش پولی آنچنانی هم نداشت براشون و مجبور شدن زمیناشون رو ول کردن، هجوم آوردن به شهرها به امید کار در ایرانی که داشت تقریبا نیمه صنعتی میشد. کارخونه های تولیدات مختلف پوشاک اینا به وجود اومده بود، یا حتی ساختمان سازی، و اینها در شهرهای بزرگ با مشکلات متعددی هم خودشون به مواجه شدن. فقر، بیکاری، بدبختی، اینا عوامل این مهاجرت روستاییان به شهرها بود، کوچه بیرویه شون و تقسیم ناعادلانه ثروت. حالا من میخوام ببینم که از دید شما چه اتفاقاتی باعث این شد که پیشزمینه‌ای بود برای رخدادهای سال 50. بفرمایید. بله، ببینید، این بحث بر سر انقلاب، وقتی که ما میاییم انقلابات جهانی رو که نگاه میکنیم، یه بحث بسیار پیچیده ایه. یعنی چیزی نیست که مثلا ما بتونیم توی نیم ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت اینجور چیزا به اصطلاح این مسئله رو بتونیم دقیقا بررسی بکنیم، زیرا که ما بسیار گفته هایی در رابطه با انقلاب اسلامی داریم، اما بسیار ناگفته ها هم هست که اسنادی هنوز یا منتشر نشده یا در دسترس نیست یا هر چیز دیگه. اما اون چیزی که در ایران به وجود اومد، خب اینا نظریه، یعنی ما تصور بفرمایید که ما حدود 45 سال که این واقعه در ایران به اصطلاح اتفاق افتاده، و در این 45 سال بسیار مقاله نوشتن، ارسال کتاب نوشته شده، مصاحبه ها و گفتمان ها و غیر و ذلک، ولی آنچنان که باید ما بر طبق اسناد بررسی های دقیقی انجام بدیم به اصطلاح نشده، زیرا که اکثر این به اصطلاح گفتمان ها، اکثر این برخورد ها، اکثر این تفسیر ها و تحلیل ها بیشتر جنبه ایدئولوژیک داشته. ایده بودن که ما متاسفانه قشری که اسم خودشون رو روشنفکر میذارن، اینها شهامت خیلی چیزها رو ندارن. به عنوان مثال گفتن حقیقت، چون یکی از تعهدات یک روشنفکر در رابطه با بحث گفتن حقیقت هست، حتی اگر مثلا فرض کنیم من که میخوام حقیقت رو بگم دقیقا مخالف نظر من باشه و حتی نظرات خودم رو رد بکنم.
یکی دیگه از آقای مسائلی که ما اسلامپور، باید اون حقایقی که شما میدونید چیه؟ اما اگه بخوایم بپردازیم به اون حقایقی که از دید شما حقایقی هستش که بسیاری بهش نپرداختن. البته بسیار هم بهش پرداختند، ولی جست و گریخته میبایست یک سری اسناد رو کنار هم گذاشت. ما قبل پیش از اینکه اصلا به این موضوع بپردازیم، فقط در یک اشاره کوتاهی این رو بگم که انقلاب ها اساسا این چیزی که حالا در ایران به وجود اومد، انقلاب اسلامی، چیز تصادفی نبوده که مثلا ما بگیم که یک قشری بالاخره یا فقر و بیکاری و نمیدونم این چیزا داشتن، یهو اومدن توی خیابون، بعد مثلا یه آقایی هم به نام آقای خمینی پیدا شد و اومد این مسئله رو رهبری کرد و غیره. عده‌ای هم میگن که نه، انقلاب خیلی خوب بود و شکوهمند بود و چنین و چنان بود و این رو از ما دزدیدند. دزدیدن زمانی که به اصطلاح چیز داشته باشه، در که این انقلاب صاحب داشت، انقلاب برنامه‌ریزی شده بود. ما طبق اسنادی که از به اصطلاح اسناد آزاد شده به اصطلاح سازمان CIA، آقای خمینی از زمان کندی با دولت آمریکا یک سری موبایل به اصطلاح روابط حالا نامنگاری و اینجور چیزها داشته. همونطوری که میدونیم که باز طبق اسنادی که به اصطلاح منتشر شده، آقای خمینی در دولت کارتر 150 میلیون دلار پول گرفته برای این کارا. حالا یک سری عواملی هست که ما وقتی که نگاه میکنیم به بحث انقلاب اسلامی، ما میبینیم که غیر لازمترین و غیر ضروری ترین انقلاب جهان بوده. یعنی اکثر انقلاب ها رو شما وقتی انقلاب اکتبر 1917 روسیه رو نگاه بکنید، انقلاب چین رو نگاه بکنید، حتی انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا در انگلیس و جاهای دیگه، میبینه که تمام این انقلابات در دورانی به وجود میاد که جامعه دچار رکود شده، از نظر اقتصادی مردم بسیار به فقر و چیز کشیده شدن، حکومت ها به فساد و تباهی و ظلم و ستم و اینجور چیزها کشیده شدن و یک حرکت هایی در اجتماع به وجود میاد، و یا اینکه حتی در مواردی گذرهای تاریخی هست از یک به اصطلاح مدل اجتماعی مانند مثلا فرض بکنید فئودالیسم با انقلاب بورژوازی به طرف یک سیستم دیگر. اما در ایران ما میبینیم که یک انقلابی در ایران به وجود میاد که در به اصطلاح نقطه این آغاز میشه و به وجود میاد و به اصطلاح تحول رو ایجاد میکنه که دوران سریع شکوفایی اقتصادی ایران بوده. زمانی که ایران مطرح میشه در دنیا، زمانی که ایران از نظر اقتصادی طوری هست که به کشورهای دیگه مثل انگلیس و سوئد و جاهای دیگه حتی وام میده، در جایی که به اصطلاح مردم از اون حالت دوران نمیدونم بیماری ها و نمیدونم اینجور چیزها و فقر و بدبختی دوران قاجار در میاد و به اصطلاح به یک رفاه نسبی میرسه، البته مطلق نبوده، ولی بسیاری امتیازاتی حتی داشته که حتی در کشورهای غربی امروز هم نداره اون زمان، که اگر به اصطلاح موردی باشه من به اونها اشاره خواهم کرد. این یکی از مسائلی است که یک چیزی رو در دامن ملت ایران گذاشتن. مثلا خود من شخصا در اون زمان 17 یا در آستانه 18 سالگی بودم، یه بچه 17 18 ساله نادانی که بدون هیچ گونه مطالعه رام یفته دنبال یک مشت آدم هایی که عملا خیانت کرد، سنجابی ها، بازرگان ها، حتی آدم های وجیه الملی مثل غلام حسین ساعدی ها، که به خاطر همینه که به قول حسن الهیکل وقتی که در رابطه با دکتر بختیار حرف میزنه میبینیم که میگه به اصطلاح حرف های این یقه آهاری چیزی نبود که یقه چرکا بتونن اون رو بفهمن. طبیعیه که ما یک سری گروه های به اصطلاح سیاسی داشتیم که این گروه های سیاسی خودشون باعث به اصطلاح رفتن حکومت شاه به طرف استبداد سیاسی بودن. یعنی شما تصور بکنید که اصلا سالها قبل از اینکه ساواک به وجود بیاد، مثلا حزب توده اقدام به ترور میکنه. خب در کشوری که شاه مملکت رو مثلا فرض که 4-5 بار ترور بکنن، 3 تا از نخست وزیراشو بزنن بکشن و از اینجور کارها بکنن، طبیعی که به طرف تمرکز قدرت و حتی استبداد سیاسی و حتی حکومت پلیسی میره. در همین کشورهای
اروپایی دموکراتیک، شما تصور بفرمایید اگر مثلا قرار باشه عین همون کارها رو اینجا انجام بدن، طبیعیه که اینا به طرف حکومت پلیسی خواهند رفت. اینه که اون چیزی که در ایران به وجود اومد و غیر لازم بود برخلاف اکثر انقلاب ها بود. مثلا فرض کنید شما انقلاب چین رو که نگاه بکنید، از یک چین با اون جمعیت عجیب و غریب فراوانش یک انقلابی میشه و این انقلاب حداقل در طی یک پروسه تلاش میکنه که یک و نیم میلیارد جمعیت رو بتونه از گرسنگی نجات بده، به هر صورت بهشون غذا برسونه. بعد یواش یواش در عرصه حتی تکنولوژی و نمیدونم پیشرفت‌های به اصطلاح صنعتی این چیزا خودش به جایی برسونه که بازارها رو بگیره و حتی نمیدونم یک ماهواره بفرست برای دور مریخ مثلا به چرخ، حالا برای تحقیقات خودش. حالا ما که انقلاب کردیم نتیجه برعکس شده، یعنی اینکه ما رسیدیم به دوران قارنشینی، یه بیل کلنگی دادیم دست مثلا فرض کن فلان شهروندمون که برو یه جای رزاقی نمیدونم فلانی سوراخی رو چیزی بکن و با خانواده برو اونجا زندگی بکن. این نتیجه چیز بوده، چون انقلاب به خودی خود که نه بد نه خوب، یعنی ما نمیتونیم بگیم که انقلاب بده اصلا انقلاب نکنید یا انقلاب خوبه هر روز مثلا بیاد انقلاب بکنید. انقلاب بستگی داره به اون انقلاب کنندگان، به اون رهبران که این مسیر رو، این انقلاب رو به کجا دارن میکشن. اگر یک جای مثلا اوکی بود، خوب بود، طبیعتا وضعیت مردم بهتر میشه، اما در یک وضعیت دیگه میتونه وضعیت مردم رو برسونه به جایی که مثلا ما میلیون ها چندین میلیون کودک کار داشته باشیم، میلیون ها معتاد داشته باشیم، نمیدونم حتی زن های شوهردار دست به خودفروشی بزنن، سن خودفروشی ما مثلا برسه به نمیدونم 11 سال 12 سال و بسیار فجایع دیگری که در این جامعه ما شاهد اون هستیم. آقای اسلامپور میبخشید، به نظر شما تأثیر روحانیون شیعه، خصوصا روحانیون شیعه میخوام بگم، بر به صلاح کنترل و یا ساماندهی به مسیر این انقلاب چی بوده، خصوصا از همون سال 42 که مشکلات با آقای خمینی آغاز شد و این عوام بودن مردم و یا اسلامی بودن و به صلاح قدرت دین اسلام در ایران چقدر تونست کمک بکنه برای این به صلاح روحانیون که بتونن با عوام فریبی و یا صحبتهایی و یا ترسوندن مردم یا طعنه زدن به این که حرکتهای شاه غربگرایانه است، ضد اسلام، ضد به صلاح فرهنگ ایرانی اسلامی، البته اینا چقدر تاثیر گذاشت روی مردمی که به هر حال از نظر سطح سواد حتی ابتدایی بسیاریشون در حد فقط خواندن و نوشتن بودن، اونایی هم که تحصیلات کرده بودن مثل آقای حسین نصر و بسیاری از کسانی که تحصیل کرده فرنگ بودن هم با توجه به اینکه خارج از ایران سالهای سال زندگی کرده بودن، درس خونده بودن، ولی وقتی که به نوع دیدگاهشون میرسیدیم با دیدگاه یک عوام که به اصطلاح به مسجد و حرف ملا گوش میکنه چندان تفاوتی نداشته از نظر نگرششون به اینکه چطوری باید یه جامعه یا جامعه ایران اداره بشه. بله، ببینید من یکی از اشکالات اساسی دوران پهلوی، ببینید پهلوی دوم رو، یعنی محمد رضا شاه رو و اون سیستمی که ایشون ایجاد کرده بود رو، در این میبینم که مسئله مدرنیته و مدرنیزاسیون پارالل و به موازات هم پیش نرفت. یعنی در دوران محمد رضا شاه به مسئله مدرنیزاسیون و به اصطلاح مسائل پیشرفت اقتصادی و غیره بسیار به اصطلاح توجه شد، در کنار این میبایست فرهنگ سازی بکنه و ما این نبود فرهنگ و فرهنگ سازی برای هر زمینی خودش باعث یک سری تنش هایی میشه. همون مسئله آقای نصر رو که اشاره کردید، یک چیزی رو درست کرده بودن به نام انجمن شاهنشاهی فلسفه که اینا قرار بود که به اصطلاح یک فلسفه ایرانی رو تدوین بکنن برای که از نظر ایدئولوژیکی بتونن جامعه رو به اصطلاح پیش ببرن، مثل خیلی از کشورها که در رابطه با سیستم خودشون دارن. خب
اینا رو میدن دست کی؟ دست خانم فرح دیبا. خانم فرح دیبا درسته میگویند در زمانی که دانشجوی بود حالا گرایشات مثلا توده‌ای داشته یا نداشته و فلان چیزه، ولی انسان سیاسی روشن فکر آنطوری که مثلا ما انتظار داریم که نبوده. عدم به اصطلاح توجه به بحث مدرنیته خودش باعث میشه که ما در جامعه روشن فکر استخوندار هم پیدا نمی کنیم. در نتیجه انجمن شاهنشاهی فلسفه تشکیل میشه از آقای همین سید حسین نصر، آیت الله مطهری، نمیدونم فرض بکنید یک سری از همین چیزا، احسان نراقی و نمیدونم امثال اینها، که تمام اینها کسانی هستند که از پایه ها، یعنی اگر وقتی که این مجموعه این انجمن شاهنشاهی فلسفه رو نگاه بکنید بجز انقلاب اسلامی هیچی ازش در نمیاد. این یکیش. دوم اینکه در اینکه در هم به فرمایش شما در اینها تأثیر داشتن، در این هیچ شکی نیست. ببینید درست مثل اینه که یک اتومبیلی مثلا ترمزش خراب باشه، حالا این اتومبیل اگر در یک جاده مثلا سرپایینی باشه ممکن بره ته دره، در یک جاده صاف باشه بعد از یک مدتی ممکن به اصطلاح بیسته، یا مثلا اگه چیز خاکی باشه ممکن برخورد بکنه و سرنشیناش مثلا آسیب نبینن. بستگی داره که این تأثیراتی که میذاره در چه جهتی باشه. طبیعتا یک آخوندی که منافع خودش رو داره از دست میده، یعنی ما بیشتر در رابطه با بحث پهلوی دوم، چون پهلوی اول حسابی دست اینا رو کوتاه میکنه و غیره، اینا اون خاطرات رو دارند و خیلی از چیزهای دیگه مردم هم. آقای اصلا من اینجا که بخوام تو پرانتز باز برگردم به این آقای حسین نصر که میگه که وقتی که در سال 1978 اواخرش خانم پهلوی به ایشون ریاست دفتر خودشون رو میدن و ایشون هم میپذیرن، اینطوری گفتن که احساس میکردم که تنها کسی بودم که میتونستم همچون میانجی به ایجاد موقعیتی کمک کنم که در اون مثلا آیت الله خامنه ای ببخشید خمینی با شاه مصالحه کنه و نوعی حکومت سلطنتی اسلامی برپا بشه، همانطور که در عصر صفوی داشتیم. میدونید عصر صفوی بدترین دوران ایران بوده به نوعی، ولی مثلا آقای نصر با این همه ادعای پروفسور بودنش میخواسته ایران رو به عصر صفوی برگردونه که در اون علما گفته در باره بعضی از امور مملکتی اظهار نظر کنند، اما ساختار سلطنتی کشور دچار تحول نشه، یعنی به اصطلاح سلطنت بمونه، همون چیزی که شاید همین خانم پهلوی بر این اعتقاد داشتن که خواهی شاه هم قبول نکنه خب ولیعهدی دارن ایشون، خودشون هم نایب الحکومه هستن، شاه میره و ایشون میتونن حکومت به اصطلاح صفوی رو دوباره دایر کنن. بفهمید. بله. ببینید در این که آقای سید حسین نصر این حرفا رو که میزنه، البته حرفای چیزم نیست، یعنی حرفایی است که خودش بهش معتقده، یعنی آقای سید حسین نصر بحث پروفسور بودنش هم نیست. ما میتونیم مثلا فرض کنیم پروفسور نمیدونم چی عالم هم باشیم، اما دارای به اصطلاح اون تعفن عقاید کهنه هم به اصطلاح دیگران رو آزار بده. من یک نمونه خیلی ساده برای شما میزنم. آقای که وزیر امور خارجه بود، چه زمانی؟ اسمش هم جانم وزیر امور خارجه چه دوره ای؟ همین جمهوری اسلامی. آقای ولایتی. آقای ولایتی کسی بود که در آمریکا زندگی میکرد، در اونجا به قول معروف زندگی و خنود زید. بعد تحصیل کرده بود و به ویژه ایشون دکتر کودکانه ایشون دکتر کودکانه و یک دکتر کودکان طبیعتا میبایستی به لحاظ روحی تلطیف باشه وقتی که انسان با بچه ها و این چیزا سر کار داره، اما این آقا میشه مسئول ترورهای خارج کشور. پس معیاری بر این نیست که مثلا اگر من فلان تیتل دانشگاهی و این چیزا داشته باشم میبایستی مثلا فقط تفکرم هم اونجوری باشه. آقای سید حسین نصر بسیار میتونه مثلا در اون زمینه تخصصی خودش کتاب خونده باشه، اما به چیز به اصطلاح بر این مبنا یا الزاما به این معنا نیست که ایشون دارای تفکر فاسد هم
نباشه. ما خیلی از منظورتون مدرسه همون مثلا، ترور میکنوسه که ایشون هم به هر حال جزو نه ایشون اونجا محکوم شد، بله اونجا محکوم اسم ایشون اومد و به حساب جز کسایی بودن که به حساب عنوان عامل چیز ترور اون بله جریان ترور میکنوس اونجا به حساب در دادگاه محکوم کردن. اما ایشون اصلا مسئول از اون ابتدا مسئول ترورهای خارج از کشور شده بود، یعنی اون تشکیلاتی که برای ترورهای برون مرزی اینا چیز میکردن مسئولش آقای ولایتی بود، آقایی که دکتر کودکان. بله ما در علم منطق یک اصلی داریم و این اصل به اصطلاح میگه اگر شما کاری رو انجام دادید که نتیجه غلط داشت، اون کار شما غلط بود. بفرض شما تصور بفرمایید شما مثلا میخواید از مکانی که هستید میخواید برید مثلا از ایتالیا که مسافرتی بکنید، شما هزینه میدید، بلیط میخرید، نمیدونم حالا با ماشین میرید، تمام این کارا رو میذارید، وقت میذارید و و و و، ولی مثلا سر از زیمبابوه در میارید. نه اینکه زیمبابوه جای بدی باشه، ولی هدف شما ایتالیا بوده، پس مسیری که شما رفتید و کاری که کردید غلط بوده که به یه نتیجه دیگه رسیده. اگر آقای سید حسین نصر مثلا فرض کنید در آرزوی نمیدونم اون حکومت نمیدونم دوران صفویه، خب ما میبایستی به اصطلاح زمانی که من مسئله مدرنیته رو مطرح میکنم و زمانی که این مسئله مدرنیته میتونه روشنفکر استخوندار رو برای ما ایجاد بکنه، چون تعهد روشنفکر در حقیقت هست، به جز حقیقت روشنفکر هیچ به اصطلاح تعهدی نداره، حتی اگر حقیقت رو درست نفهمیده باشه، یعنی روشنفکر مجاز به دروغ گفتن به مردم نیست، کسی که حالا وظایف دیگه ای داره ولی یکی از چیزهای اصلیش اینه. در اینجاست که ما نبود یک سری روشنفکر استخوندار، نبود مدرنیته، نرفتن به سوی یک سری آزادی های به اصطلاح سیاسی باعث میشه که کسی نقد نکنه. حتی زمانی که پادشاه مملکت دچار بیماری سرطان میشه اعلام نمیکنن، در صورتی که همین چند وقت پیشا یا چند روز پیشا بود من دیدم که در یک جای خوندم که همین پادشاه فعلی بله پرنس چارلز سرطان داره بله بله انگلیس دچار سرطان هست. خب زمانی که مردم این رو بدونن مردم همکاری بیشتری البته میکنن، آقای چون که اصلا اسلامپور نبودی. میبخشید آقای اسلامپور این پدیده راحت شدن خانواده سلطنتی انگلیس هم با مردم تقریبا یا نزدیک شدنشون تقریبا بعد از مرگ پرنسس دایانا رخ داد. همیشه یک پرده هایی هست و خانواده سلطنتی رو همیشه تو هر کشوری با به صلاح در فضای خاصی نگه میدارن، هر چیزی رو نمیان بگن راجع به مسائل زندگی و بیماری و ایناشون، یه نرم عادیه. خب 45 سال پیش هم خب افکار جامعه یه حتی انگلیس هم اینطوری نبود که بیان همه مسائل رو راجع به خانواده سلطنتی بیرون بریزن، ولی بعد از مرگ یعنی میدونید هر ده ده هر ده در هر دهه ما میبینیم که این فاصله و یا دیوارها داره شکافته میشه، فرو ریخته میشه و مردم خیلی نزدیکتر میشن به یه همچین خانواده هایی که شکل سمبولیک دارن یا سلطنتی دارن یا حالا هر چیزی. و خب نمیشه به چالش کشید اون روز رو که چرا بیماری شاه رو مخفی نگه داشته بودن، چون چه بسا که شاه اصلا از خود همسرشون هم مخفی نگه داشته بود که خانم دیبا خیلی دیر فهمیده بودن که ایشون مریضن. البته خب میگم اون یه بخشا من حرف شما رو قبول دارم، البته اینجا یک جمله معترضه بدم بگم که تا جایی که من میدونم، تا جایی که بسیار در بسیاری از گفتگوها و بسیار بررسی ها پیش اومده این درست برعکس بوده، یعنی بیماری شاه از خود شاه پنهان نگه داشته می شده نه از همسرش، یعنی درست برعکس بوده جریان. حالا اونو یه بحث دیگه است، ولی بیشتر تاکید من بر روی بحث مدرنیته، بحث آزادی ها و بحث چیزهای دیگه بود. و ما میبینیم که نداشتن این باعث میشه که ما در مسائل اقتصادی بسیار ایران پیشرفت میکنه، بسیار به دوران شکوفایی میرسه و حتی در مواردی باعث میشه که غرب یک سورهایی به یه جورهایی به وحشت میفته، چون شاه هم البته یک شخصی بود که
بلند بلند فکر میکرد. یعنی زمانی که اعلام میکنه که من دیگه از سال 1979 دیگه به قول چیزا میگن این پنبر از گوشتون بیرون بکنید، نفت به شما داده نخواهد شد مگر به قیمتی که ما تعیین میکنیم، و اون بحران انرژی که به اصطلاح غربی ها داشتن طبیعی که به اصطلاح بر این میان تا به بهانه های مختلف یک تغییراتی در اونجا بدن. دومین مسئله تحت در تحولات جهانی ما میبینیم که در مقابله با کمونیسم اینا نیاز به یک دیوار یا به قول خودشون کمربند سبز دارن. این کمربند سبز هم که به اصطلاح توی دکترین حتی کیسینجر و جای کسای دیگه هم بوده، این بحث رشد جنبش ها و حرکت ها و حتی حکومت های اسلامی بوده، چنان که ما اولین حکومت جمهوری اسلامیمون همین جمهوری پاکستان. و بعد اگر در ایران یه همچین اتفاق میفتد و بعد در ترکیه همون کمر به اون کمربند سبزی که میگفتن مانع در مقابل کمونیسم میرسیدن. دومین مسئله رسیدن اونها و کنترل اونها به اصطلاح در خاورمیانه و به ویژه در خاورمیانه عربی در رابطه با به اصطلاح اون چیزای منابع عظیم انرژی که در اینجا هست. و امروز هم که ما میبینیم که حتی نفت که داره کم کم به اصطلاح کنار گذاشته میشه، بحث لیتیوم مثلا مطرحه و میرن افغانستان رو داغون میکنن به خاطر که افغانستان دارای ذخایر قابل توجه لیتیوم هست. حالا یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که هیچ کدوم اینها تصادفی به وجود نمیاد. تصادفی نیست که مثلا ما فیلم هایی رو میبینیم که عکس آقای خمینی در لندن داره چاپ میشه و بعد داره توزیع میشه در ایران، و تصادفی نیست که به اصطلاح از بین این همه به اصطلاح جماعت آخوند که خب طبیعتا همونطور که شما اشاره کردید اینا نفوذ داشتند از طریق منبرها، از طریق حتی در خصوصی ترین مسائل مردم مثل عقد و عروسی و عذاب و غیره و ذالک اینا حضور داشتند و طبیعتا اینها میتونستن که مردم رو دنبال خودشون بکشن. در نتیجه خمینی که از دوران کندی با اونها ارتباط داشت بهترین آدم هست برای اون، چون یکی از خصوصیات خمینی هم خیلی به قول معروف خیلی راسخ بود در اون حرفایی که میزنه و حتی در اون بحث تئوریزهی که کرده در رابطه با همین حکومت ولایت فقیه با اون کتابی که نوشته. آقای اصلا چند درصد شما فکر میکنید نداشتن شناخت جامع از به سطح سواد و شعور سیاسی مردم توسط پادشاه وقت و حتی کسانی که مشاورین ایشون بودن، مشاورین، حالا اونایی که با سوء نیت مشورت میدادن نمیگم، و اونایی که واقعا دوستانه میخواستن حتی مشورت بدن، چون بسیارشون اصلا همیشه نیمی از بیشتر سال رو در ایران حتی زندگی نمی کردن، حالا در هر پستی هم که بودن. ولی چند درصد شما فکر میکنید که به هر حال کسانی که به شاه مشاوره دادن که این حزب رستاخیز رو به وجود بیاره و به اصطلاح به نوعی فرمانی بده که همه احزاب باید به حزب رستاخیز بپیوندند، و این یکی از بدترین توصیه ها و به اصطلاح پیشنهاد تصمیمات شاه بود که تونستن مخالفین شاه بر ضد ایشون استفاده. بله، به همین بحثی که همون مسئله که من ابتدا به اصطلاح اشاره کردم، ما روشن فکر به اون معنای روشن فکری نداشتیم، هنوزم نداره. یعنی یک سری تحلیل های خیلی سطحی، خیلی به اصطلاح راحت میتونم بگم تحلیل های ابلهانه یا تفسیر های ابلهانه بود که طرف مثلا نشسته بود یک فکر برای خودش داشت که اون رو مطرح میکرد و به قول شما مشاوره به شاه میداد، چون همه کار را که خودش نمیکرد که برسته مشاورین داشت با هم فکر میکردن و فلان. اون کسانی که دور بر خودش جمع کرده بود به عنوان مشاور و فلان، اینها آدم هایی بودن که تنها و تنها به فکر منافع خودشون بودن. بین مثلا در بین همین افرادی که به چیزهایی رو پیشنهاد میکنن، مثلا به عنوان مثال نظارت، اونجا که من اطلاع دارم دکتر ناتل خانلری میاد در رابطه با هم بحث انقلاب اسلامی یک الگویی از کوبا میگیره، کوبای انقلابی آن زمان،
که این الگو بسیار بسیار کاربرد مثبت پیدا میکنه در ایران و وارد اون اصول انقلاب سفید شاه میشه، مثل سپاهی دانش، سپاهی بهداشت، سپاهی نمیدونم ترویج آبادانی و چیزهای دیگه که الان خاطرم نیست. برصورت این یه الگویی بود که از کوبا گرفته میشه، یا یک سری از مشاورینش با تمام این که شاه مثلا با بختیار همچین سنخیتی نداشت، بختیار یک لایحه‌ای داده بود در دوران حکومت مصدق، اون زمانی که بختیار معاون وزیر کار بود، یه لایحه‌ای داده بود که در دوران مصدق اصلا به این لایحه توجه نمیشه، اصلا رد میشه و به منظورتون فراموشی کدوم آقای سپرده میشه. بختیاره؟ دکتر شاپور بختیار، آها اوکی. بعد بله چون ما یه نظامی هم داشتیم به اسم آقای بختیار رو نیده. تیمور بختیار، بله نه ایشون نه، دکتر شاپور بختیار در به اصطلاح در دوران مصدق معاون وزارت وزیر کار بوده. ایشون یک لایحه‌ای میده که در دوران مصدق اصلا چون مثلا موضوعیتی برای مصدق نداشت، مثلا اینجور رفرم های اجتماعی یا حتی رفرم های بنیادی، حالا بحث های دیگه ای داره، برصد تو در اون دوره به هیچ عنوان بهش توجه نمیشه و این مسئله به اصطلاح کاملا فراموش میشه، تا اینکه حالا نمیدونم کی این لایحه دکتر بختیار رو در همون زمانهای انقلاب سفید به شاه ارائه میکنه و در اونجا اون وقت دوباره یک اصلی به این انقلاب سفید اضافه میشه یا بهش درش گنجونده میشه به نام سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها. ما در هیچ کشوری نه داشتیم نه داریم، یعنی حتی الان هم توی کشورهای مثلا پیشرفته اروپا یا فلان اینجا که این همه حقوق کارگر به هر حال به نسبت به کشورهای به اصطلاح خاورمیانه و غیره و اصلا زمین تا آسمون تفاوت میکنه، ما همچین چیزی نداریم که ما در ایران داشتند و اجرا هم میکردند. خب در کنار این مشاورین هم داشت، مثلا فرض کنه همین، من نمیدونم این ایده رو از کجا، نمیدونم چه کسی به ایشون القا کرده بود که مثلا بیاید حالا دیگه چیز شدیم تک حزبی بکنیم همه مردم، مثلا یعنی اول باید به شاه القا کرده باشن که آقا همه مردم یا اکثریت مردم طرفدار شما هستن، چون یک مصاحبه از محمد رضا شاه هست که طرف ازش میپرسه او خبرنگار که اگر مردم شما رو نخوان چیکار میکنی، میگه که اگر 75% مردم منو نخوان من میرم و همون کاری هم که کرد به هر حال. خب ولی البته زمانی که بهش 75 القا درصد هم میشه، نبودن که نمیخواستن، ولی خب چون به هر حال تعداد بسیاری تو خیابون ها بودن، متاسفانه اون موقع هم نهایتا 3 تا 4% مردم تو کف خیابون ها بودن. بله برای هر انقلابی همون درصد کافیه، 2.5 تا 3%، در حال برای سرنگون کردن یک حکومت. در هر شکلش مسئله شاه اینجوری بوده، چون برای یک تربیت هایی در سوئیس داشته، حالا میگم اون بحث استبداد سیاسی که یک زمانی یک چیزی میذارم درست غلطه، درست خوب نیست، درست قشنگ نیست به قول معروف برای اجتماع، ولی دلایل او همون بحث استبداد سیاسی رو ما میتونیم یه برنامه مستقلی داشته باشیم در اون رابطه صحبت بکنیم که هم حق داشت هم نداشت، حالا به این صورت مثلا آقای بگیم. حالا اسلام، چون در وقتمون خیلی کمه، در خاتمه من خواهم از شما بپرسم سال 57 شما کجا بودید خودتون؟ من در ایران بودم، در تهران بودم در سن 17 سال و خورده ای و در همون خیابان ها بودم و اما ابتدا هم گفتم که من به خاطر نداشتن دانش، به خاطر بی تجربگی، به خاطر خب برای جوان بودن، البته اینم یا یه هیجان ناگفته نمانه، کاذبی که همه رو گرفته بود در حقیقت شما. دقیقا یعنی من حتی به صورت در الانی که در خدمت شما هستم، با همین که اون موقع من 17 سال خورده داشتم، هنوز به صورت اشتباه اون زمان رو مسئولیتش رو تا حدی که خودم در اون شرکت داشتم و تا حدی که به من مربوط میشه یا تو اون اندازه، حالا میخواد 1000 باشه، 1 میلیون باشه، 1 میلیاردم باشه، 100، هر چقدر که میخواد باشه، مسئولیتش رو به عهده میگیرم و من مسئولیت دارم در این زمینه. یعنی الان هم که میشینیم این حرفا رو میزنیم به خاطر همون مسئولیته، درسته؟ یعنی من نمیام بگم که مثلا آره من چون نمیفهمیدم پس دیگه قضیه تمام شده، از نظر من اینجوری نیست. من درست نفهمیدم، درست نادان به اصطلاح به خاطر بیسوادی، نادانی، شور و هیجان یا هر چیزی که شما حسابشو بکنی، به دنبال یک مشت آدم خائنی مثلا میگم امثال از سنجابی ها بگیرید برید تا نیروهای چپ،
یعنی من وقتی میگم چپ، حتی تاکیدم میکنم بر روی نیروی چپ، به خاطر اینکه نیروی چپ اگر حتی خودشون هم اصلا نمیشناختن و نمیفهمیدن که اصلا آزادی یعنی چی، مسئله سوسیال دموکراسی رو که دیگه خونده بودن تو کتاب، حالا تو جزوه هاشون. یعنی سوسیال دموکراسی یکی از بنیانها، حتی حزب سوسیال دموکرات آلمان همون اسپده، کسی که در بسیار حزبی است که در بسیار توسط مارکس بنیانگذاری میشه، یکی بنیانگذارانش بوده. پس این چپ نمیتونست بگی که من این رو نمیدونستم. خب در مقابل مثلا فرض کنید بختیار سوسیال دموکرات چطور باید یک چپ مثلا خودش اسم خودش مدرن و پیش آهنگ و غیره گذاشته، باید بره دنبال هیولایی که از قارهای اعماق قارهای تاریخ به طرف ما پرتاب شده؟ این قابل توجیه نیست. به خاطر همین من در همون اندازه سن 17 18 سالگی خودم، در همون اندازه‌ای که به اصطلاح این رفتم مسئولیت یه پذیری خیابون، دارید نسبت به نقشی که اون مسئولیتش همیشه با ما هست، زیرا بله. که تا زمانی که به اصطلاح این مردم در این وضعیت به سر میبرن، در به اصطلاح با این فلاکت و فقر و بدبختی هستن، من و امثال من مسئولیت داریم. حالا اونایی که دیگه به اصطلاح لیدر که بودن دیگه بدتر نقشای بشه. بزرگتر و اساسی تری داشتن. بله بله، به قول فرمایش شما چپی ها یا حتی همین مجاهدین خلق که الان امروز خودشون پایگاه های نمیدونم آلبانیشون، پایگاه اشرفشون، اینا یک نوع اسارتگاه و مثل ندامتگاهیه که اعضای خودشون رو مثل زندانی، مثل اجیر کرده نگه میدارن. خب اونا چه شعور و چه فهمی داشتن از دموکراسی و آزادی بیان؟ یعنی آیا زمان شاه اونقدر آزادی نداشتن که الان اینا بیشتر آزادی دارن تو کمپ آلبانی و کمپ اشرف و این برون و که حتی میگم حالا نفس کشیدنشونم حالا گاه اجازه باید باشه. حالا بانو نوشید، من یک مورد کوچیکم فقط ما چیز 40 ثانیه میکنم. وقت داریم، ما بفهمیم. بله، حتی ممکنه مثلا فرض کنید یک مجاهد یا یک فدایی یا کسی دیگه واقعا تجربهش رو نداشته، جوان بوده و فلان چیزا. من یادم میاد آقای عبدالکریم لاهیجی که در زمانی که من اصلا نمیدونستم آزادی رو با عین می نویسن یا آ، ایشون در اروپا در همین چیزای حقوق بشری کار میکرده. این آقا میره در همین جمهوری اسلامی یک دونه گزارشی رو منتشر کرد در نشریه به اصطلاح جنبش مسلمانان و مبارز، که من رفتم با یک خبرنگار عرب و نمیدونم فرانسوی، چیز زندانهای ایران مبتنی بر شکنجه نیست، ولی بعدا میاد میگه که از اون اولش هم بوده. اینها به نظر من خیلی خائنتر از اونای دیگه است. سپاسگزارم از وقتی که دادید. متاسفانه وقتمون تموم شد. در فرصت دیگه باز با هم دیگه به صحبت میشیم در مورد مسائل مختلف. بدرود. منم بسیار خوشحال شدم و بدرود میگم با شما و بینندگان و شنوندگان شما.